اینجا در مراسم گرامی داشت از نهمین سالیاد شهادت برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح عبدالله عبدالله میگوید پیشرفت های در گفتگو میان هیئت های مذاکره کننده حکومت و طالبان در قطر رونما شده. به گفته او جنگ برنده ندارد و این فرصت به خاطر منافع شخصی نباید از دست برود. در روزهای گذشته هم صحبت‌های داشتند، قدم‌های برداشته شده، به نتایج رسیدن، بحث‌های داغی هم وجود داشته، اما من یقین دارم که انشالله به یاری خداوند بزرگ انشالله مردم ما به یارمان خود میرسند. رئیس جمهوری پیشین هم ابراز امیدواری کرد صلح هر چه زودتر در کشور تأمین گردد. ملت افغانستان و همه ما را صاحب صلح برسازد تا زندگی خود در خاک عزیز خود در اتحاد اتفاق و در صلح برادری همه ما با هم یک جای داشته باشیم. اینجا اما انتقاد از شعله‌ور شدن آتش جنگ همزمان با مذاکرات رو در رو و تأکید بر آتش بس است. برخی از چهره‌های سیاسی اما میگویند گرم نگه داشتن میدان‌های جنگ از سوی طالبان مردم را نسبت به مذاکرات صلح بی‌باور کرده. مذاکراتی که به گفته معاون اول ریاست جمهوری باید به صلح بایزد و احیای هویت افغانها بینجامد، نه به کورس نشاندن خواستهای بیرونی. هر کسی که مخالفت با صلح میکنه، او صلحی که در او عزت ما، تاریخ ما، هویت ما، پرچم ما، وحدت ما حفظ شوه، اگر با این او صلح کسی مخالفت میکنه، به ایمانا که به عنوان یک روح و یک جسم عاری از شرافت است. برغم خوشبینی ها از مذاکرات صلح، شمار از چهره های سیاسی میگویند چارچوب کنونی صلح ناقص است و توانایی حل بحران کنونی را ندارد. چارچوب دو جانبه کنونی گفتگوهای صلح میسر نیست و باید به یک چارچوب چند جانبه بدل شود، زیرا در حال حاضر به دلایلی که همه ما و شما می دانیم هیچ طرفی به تنهایی نماینده همه مردم افغانستان نیست. با گذشت یک هفته از آغاز مذاکرات، گروه های تماس دو طرف هنوز روی طرز العمل مذاکرات به توافق نرسیدند. منابع از دوحه می گویند این گروه ها تا کنون 4 نشست برگزار کرده.